شورای بین المللی موزه ها یا همانیکوم در آخرین اجلاس عمومی خود که دوم شهریور در شهر پراگ جمهوری چک برگزار شد، تعریف جدیدی از موزه را به رأی گذاشت که با 92% به تصویب رسید. پیش از این، طبق تعریف یکم، موزه مؤسسه‌ای دائمی و بدون داشتن اهداف مادی تعریف شده بود که در هایان به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند و هدفش پژوهش در آثار و شواهد به جای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار، به نمایش گذاشتن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است. اما اکنون با نگاه جدیدی که نسبت به موزه در دنیا وجود دارد، شورای بین المللی موزه ها نیز تعریفی متفاوت از آن اعلام کرده است. رئیس ایکوم ایران این تعریف جدید را اینطور توضیح می دهد. موزه یک نهاد غیر انتفاعی و دائمی در خدمت جامعه است که به تحقیق، جمع‌آوری، نگهداری، تفسیر و نمایش میراث ملموس و ناملموس می‌پردازد. موزه ها برای عموم باز در دسترس فراگیر هستند. تنوع و پایداری را تقویت می کنند. آنها به صورت اخلاقی و مشارکت جوامع فعالیت می کنند و با هم ارتباط برقرار می کنند و تقریباً تجربیات متنوعی را برای آموزش، لذت، تأمل و به اشتراک گذاشتن دانش ارائه می دهند. در واقع برای رسیدن به این نکته این بود که چه واژه هایی باید در تعریف قرار بگیره. مثلا کشور ما یا کمیته های ملی 5 واژه می گفتن که براشون مهم تره، مثل پژوهش، آموزش، تحقیق، حفاظت، نگهداری، تأمل، لذت، به اشتراک گذاشتن، تنوع، پایداری، فراگیر بودن، در دسترس بودن، آزاد بودن و غیر انتفاعی. و اینها چیزهایی بود که ما فکر می‌کردیم حتما موزه باید ازش برخوردار باشه. مثلا در باب غیر انتفاعی، موزه ها رو ابتدا گفتن اصلا فعالیت اقتصادی نباید داشته باشن، یعنی این امر رو اول خواستن تغییر بدن، اما متوجه شدن که در واقع موزه میتونه درآمدزایی داشته باشه به شرط اینکه درآمد از نوع درآمدی باشه که برای موزه موجهه و دوباره در موزه هزینه بشه. یعنی درآمد به عنوان سود، اصلا درآمد غیر انتفاعی، یعنی دوباره باید در خود اون موزه و نهاد هزینه بشه برای ارتقا و توسعه اون نهاد. یعنی ما از موزه های کلاسیک گرفته که الان داریم تا فضاهایی مثل کتابخانه های عمومی، کتابخانه های مختلف، آرشیو های ملی، فضاهایی مثل پارک های طبیعی، باغ های اکولوژی و همه اینها رو نه تنها در بر میگیره که میشه گفت موزه به اون نقطه ای رسیده که تفکر و اندیشه انسانی از اهمیت برخوردار میشه تا بتونیم به نسل بعدی که کودکه اون رو انتقال بدیم. حضور ما در این کتابکده قصه و افسانه برمیگرده به اینکه یک فضایی مثل کتابکده افسانه و قصه یک موزه بالقوه، زیرا همونطور که تعریف کردیم تو موزه چه میکنه؟ جمع‌آوری میکنه، حفاظت میکنه، نگهداری میکنه، تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، میشناسونه و به نمایش میگذاره و در کنار این در واقع به نوعی لذت و تأمل و همه اینها را هم به دنبال داره. اینجا چه اتفاقی میفته؟ افسانه‌ای مثل افسانه حسن کچل و داستانهای دیگه ای که میبینید نمادهاش هست، در اینجا از طریق اون کتابهایی که گذاشته شده میتونیم ببینیم افسانه‌هایی که جمع شده رو جمع میکنیم، این پدیده ها رو کارگاه و کلاس میذارن میدن، برمیگرده به شکل هایی که بر اساس افسانه به وجود میاد. حالا اهمیت چه در دنیای امروز، در دنیای ارتباطات نزدیک؟ میبینیم که افسانه های اروپایی، افسانه ها و داستان هایی مثل سوپرمن و مرد عنکبوتی و اینها در جامعه دنیا آنچنان توسعه یافته که همه با اون آشنا. حقیقت گرایی بودن افسانه های ایرانی رو نشون میده. در اینجا دوباره اینها بازخوانی، ارتباط و ترویج پیدا میکنه. اگر ما به یک موزه بگیم که به هویت ملی باید کمک کنه، حفظ کنه و ترویج کنه، این کار داره در اینجا اتفاق میفته و اصل آزاد بودن و ارتباط بودن و در دسترس بودن و به نوعی با خودش به همراه میاره. پس میتونه بالقوه به جایی بگیم کتاب کرده، میتونیم بگیم موزه افسانه و خیال و اون چیزی باشه که میتونه برای جامعه مفید باشه.